به اندیشه شما شعور ملی در ایجاد یک کشور مستقل چگونه نقش بازیده می تواند؟ شعور ملی و غرور ملی، افتخار ملی، ننگ و ناموس ملی، حمیت ملی، اینا همه یک از یک مقوله هستند که هم خون و هم خان هستند، یعنی به هم دیگر بسیار نزدیک و البته جای استفاده شان در زبان علاهده است، اما در یک جایگی در مجموع غرور ملی و افتخار ملی و شعور ملی من خیال میکنم که بنیاد دولت صاحب استقلال است. تا شعور استقلال نداشته باشد و وحدت، افتخار، غرور استقلال نداشته باشد، یعنی هر فرد جامعه خودش را مثلا در تاجیکستان ما تاجیک حساب نکند و به نام تاجیک بودن افتخار نکند، یا عضو جامعه ما نیست و یا از تاجیکستان بودنش، بله، یعنی در مجموع همه مردم تاجیکستان علی خصوص تاجیک ها که به نام اونها این وطن تخصص داده شده است باید افتخار واقعا صمیمی داشته باشند، نه افتخار دروغین، نه افتخار فروشی پوچ. بگذار مردم از من نرنجند، بعضا شعور ملی ما به کم شعوری یا بی شعوری میرسد و حتی بعضا به کوری ملی میرسد که اگر دیگر خلق ها مثلا چچن ها یا دیگر ملت ها اگر در قیاس ملت کوچک ما، البته ما ملت کوچک نیستیم، 6 میلیون جامعه شوخی نیست، سهل نیست، اگر اتفاق باشن و متحد باشن و در وحدت زندگی کنن، اما افتخار یگانه که همه منطقه های تاجیکستان یک جور خودشون تاجیک حساب کنند و از تاجیک بودنشون افتخار کنند، همین در جامعه ما به چشم من کم میرسه. به نظر من با گفتن یا با تنقید کردن یا با تعریف کردن این احساس را پرورش کردن دشوار است. به نظر من که از آیله، از کودکستان، از دبستان ها و دانشگاه ها این کار را باید سامان دیند که واقعا هر فرد جامعه ما از تاجیک بودن و تاجیکستانی بودنش افتخار کند و برای افتخارش هم جوابگو باشد. در هر مورد فعالیت جامعویش، فعالیت اجتماعیش باید جوابگو باشد. در زمان سامانی ها چقدر مثلا افتخار ملی و غرور ملی و شعور ملی بالا رفته بود، اگر از دوره سفاری ها، طاهری ها و بعد سامانی ها که برای زبان تاجیکی، زبان فارسی تاجیکی را چقدر خواستند بلند بردارند و به مسندی دولتی بنشانند و حتی اون که گفتند که این شعری که تو عربی میگه ما نفهمیم، آیا نمیشد که به فارسی خودمان شعر بگویی و شعر گفتند و استاد رودکی اونجا بنیانگذار شعری فارسی شد و از رودکی پیشتر هم شاعرهای بسیار قوی بودند و بعد از خود سامانیان هم مثل این مقفع، مثل منتصر بار دیگر بخارا را گرفت و آنکه ناموس ملیش اونقدر تأخیر شده بود که بار دیگر به جای سامانیان اسماعیل ثانی است. شاعرم بود و حتی شعرش هم یادم هست، میگرد که جوش میو نوش لب ساقی به چی کار است، جوشیدن خون باید در ایبه و جوشن، جوشیدن خون باید در ایبه و جوشن، نه در جام و نه در قده، بلکه در بدنی هر یک تاجیک یا اهل سامانی باید خونش بجوشد. و از پست و سلاح است مرا بازمگه و باغ، تیر است و کمان است مرا لاله و سوسن. و واقعا اینقدر غرور است در این پارچه شعر که البته اون از دست غوزها شکست خورد، اما همین کوششی آن که یک بار دیگر در چشم جهانیان نشان دهد که سامانیان نمردند و اخل وارثا دارند و بعد غوری ها
غوری ها هم دولت تاجیک ها برقرار کردن در حدود امروزی افغانستان، اونا هم تاجیک ها بودن. و همین در پایان چارباغ از این پل که میگذرید، اونجا که پاسی ناظران ماشین ها هست، میگذرید دست چپ پایان میاید، طرف لوچاب میاید پایان، یک دیه ها هست نامش گورخا، همه غوری ها هست. امروز ما 1100 سالگی تجلیل دولت سامانیان را میگذاریم و حال صحبتی ما هم در این باره بود. میخواستم اندیشه شما را دانم که آیا این تجلیلگیری ها در برداشتن تفکر ملت ما نقش بازیده میتواند؟ بیشک بیشبهه واقعا جشن 1100 سالگی سامانیان و علامه باباجان غفورف محض به خاطر این است، نه اینکه یک هیکل گذاریم، نه اینکه دوبار نقاره کوبیم و یک چند مجلس بیاراییم و با همین تمام. مقصد از این تجلیل ها، از این جشن ها این است که مردم و خصوص جوان ها که امروز واقعا فاسد شده اند، اگر در کوچه ها، در افتابوس ها، در ماشین ها سوار شوید یا در کوچه بازار ها گرید، سخنرانی اونها، گبزنی اونها فقط در تمام ترکیب لغویشان دشنام است و خلاص. چرا گپ های قبی باید دیگر هم تو مراجعت عادیشان با فلان فلان کلمه ها و دشنام ها شروع می شد، برای اینها ضرور است و برای حتی کلانسال ها هم در کار است. کلانسال هایی که تو هنوز تاریخ نمی دانند و نه من گفتم بازم این کلمه هم میگم، افتخار فروشی پوچ، که ما میگیم ما فرهنگ بزرگ داریم، ما گذشته بسیار غنی داریم، گذشته پر افتخار داریم و غیره و غیره، هم تو میگوییم وقتی که با اون که این واژه میرهیم و پرسجو میکنیم در تینت مردم، در ذهن مردم چیزی نیست. شاهنامه میدونن که شاهنامه فردوسی، اما یک بیت از فردوسی نمیدونن. حافظ میگن حافظ واقعا همطور است بدل، چون که پیشتر در مدرسه ها حافظ بدل درس میدادن، دیگر این چیزها گم شد. و البته ما ملت اهل کتاب هستیم، باید که با کتاب همیشه زنده باشیم. در گربه دولت ما هم عکس کتاب هست، اول شعر بود بعد کتاب شد، یادتون باشه. اگر واقعا این جشن ها محض برای تربیه و افتخار آموزی، افتخار راستین باید آموزانده شد و حتی اون که دیگرها از هیچ چیز هر چی ساختن ملت های دیگر، ما چرا از هر چیز باش زیادتر نسازیم؟ چون زمینه داریم، ولی چون زمینه تاریخی داریم و زمینه خدمت ما، یعنی گذشته ما دورتر و عمیقتر و ریشه‌دارتر است در تاریخ نسبت به خلق های دیگر مثلا. و براستی گویم اگر در دوره سامانی ها غرور ملی اونقدر بلند رفته بود، در زمان ما در مثال استاد عینی، استاد باباجان غفورف، استاد مرزا تورسون‌زاده و امروز در مثال فعالیت شخصی پرزیدنت جمال رحمانو ظاهر بشد. کتاب یک خزینه است که برای تفکری تمام جامعه بشر را برداشتن نقش می بازد. و یاد از حکیم فردوسی هم حاضر در صحبت شما رفت. می خواستم اندیشه شما را در باره آن که آیا امروز کدام داستانها، کدام سرچشمه های تاریخی می توانند در برداشتن شعور و تفکر و بیدارسازی روحیه ملی نقش بازد؟ براستی من گمان میکنم که در دنیا ملتی مثل ملت تاجیک نیست که نصیحت بسیار شنیده باشد. از اویستا شروع کنیم، بعد قرآن مجید، بعد شاهنامه، بعد مثنوی، بعد حافظ، خیام، نمیدونم، بعد آخران اگر شروع نکنیم سیدای نصفی و احمد دانش که اینقدر این ملت رو نصیحت کردن، سعدی و نمیدونم کلیم و صاحب اینا همه. بله، بسیار مردمی هستیم که نصیحت زیاد شنیدیم، یعنی که معلوم میشد در طول تاریخ ما همیشه به نصیحت نیاز داشته ایم. و محفل های بودن که شاهنامه خانه بوده است در قدیم، داستان ابو مسلم، حمزه، اینها رو میخواندن. اینها هم برای خاطر آن بوده است که مردم نصیحت کنند، برای راست روانه کنند. و
در زمان ما در عصر 20 گیم اگر استاد عینی و فطرت و بازم با وجان غفورف و استاد ترسنزاده و اینها اینقدر راهنمایی کردن برای ملت، برای تربیه ذوق و معنویات مردم خدمت کردن اینها و تاجیک را به تاجیک شناساندند. این گفت بسیار تضاد است که تاجیک به تاجیک شناساند، حالا که این خلق احتیاج دارد که خودش به خودش شناساند. در یک شعر من در مناسبت امضای صلح هم گفتم که تاجیک با تاجیک نزدیک می شود. بسیار گپی خنده‌دار است اما واقعیت دارد که تاجیک به تاجیک شناساند، تاجیک به تاجیک نزدیک کنید، اگر نه حادثه هایی که دیدید چطور صورت نگیرد. و در پهلوین یک نفر بیگانه پرستی هم ما داشتیم، مثلا داستان گروغلی که از نامش هم معلوم که تاجیکی نیست، اینقدر مالی ما هم نیست و اونقدر چیزی بزرگ هم نیست. مثلا در مقابل شاهنامه بگذارید، در مقابل مثنوی بگذارید، در مقابل در برابر شعر حافظ یا سعدی بگذارید، چیزی نیست. من مقابل اون نیستم که اون خوانم، لیکن باید دانم که مال ما نیست. و امروز هم که ما در رادیو 133 برنامه شاهنامه خوانی دایر کردیم و 6 جلد شاهنامه را خواندیم، 3 جلدش باقی مانده است هنوز، چون که خواننده ها راوی ها هر طرف پریشان شدند. و چند بار من بازم گفتم که بیاید دوام کنیم، 3 جلدم تمام کنیم، که در دنیا یگانه نسخه میشد که در نوار ثبت شده است با آواز و اینو میشد یک ثروت ملی حساب کرد. خودش که اصلا ثروت ملی است شاهنامه، با ثبت نواریش مثلا رادیویش بازم برای رادیوی تاجیکستان افتخار خواهد بود. و امروز هم شاهنامه خوانی و داستان ابو مسلم و حمزه و شعرهای کلاسیکا گذشته های خواندن و امروز هم خواندن برای ملت ما، برای تربیه ذوق و معنویات او و روحانیات او خیلی کمک میکنه. در آخر استاد آرزوهای خیش را چنین ابراز داشتند. آرزوی من همین است که وقتی که حضرت پیغمبر با مردم ایران زمین و مردم فارس با کشور ایران برای گرایدن اسلام نیروها میفرستند و در حدیثشان هست که شما با مردم ایران با مردمی مثل مردم اهل کتاب صحبت کنید، معامله کنید. یعنی ما مردم اهل کتاب هستیم. خب از اویستا شروع میکنیم، بعد قرآن کریم و دیگر مثنوی هم که قرآن پهلوی هست. مردم ما باید به معنویت رو بیارند. اگر از معنویت هر قدر دور شدن، هر قدر از خودشان دور میشن، از خدا دور میشن، هر قدر خود را یافتن اون قدر به خدا نزدیک میشن. من به مردمی که منم شیر مادری تاجیک خوردم آرزو میکنم که اول خودشان را یابند، بعد خداشان را یابند. در مجموع هم خود و هم خدا و هم وطن و هم مادر و این زمین در یک جایگی زنده باشد و ما هم در قطر اونا زنده باشیم.